در حین صحبت با آسو و مهدی بودم که متوجه شدم فوزیه میخواد بره بیرون و به من گفتش که زیبا کلیدتو میخوام بردارم. گفتم میخوای بری تلفن بزنی یا چی؟ گفت نه یه کار دارم. گفتم خیلی خوب برو کلیدم بردار. بعد از حدود 20 دقیقه بود که اومده بود متوجه شدم تو آشپزخونه یه ذره سر و صداست و بعد این دوتا دست گلی که من براتون فرستادم رو خریده بود و اومد توی اتاق بذاره. بعد من حس خوبی نداشتم. یه دفعه گفتم من ازت پرسیدم کجا میری، چرا نگفتی میخوام برم گل بگیرم و اونم برای من؟ الانم داری خودت گلدونا رو برمیداری، اون گلدونی که اصلا مال گل نیست. و به هر حال گفتم من حس تشکر ندارم ازت. آسو و مهدی هم که میشنیدن خندیدن و میگه که من برای فوزیه سنگین اومد برگشت. گفت چرا اونو خندیدن؟ گفتم مهدی برگشت به آسو گفتش قیافش رو نگاه کن، یعنی منو. چون من اینجوری یه حالتی شدم که اینا خندهشون گرفته بود و من گفتم خب من دوست ندارم، من بعد از 16 سال نتونستم این ارتباط کلامی رو با فوزیه داشته باشم که بابا چیزی رو میخوای بخری به من بگو، برای خونه من میخوای بخری. و به هر حال گفتم من گذاشت و گفتم بذارشون سر جا اونجا و برای خب من دوست ندارم این کار رو بکنی، میتونی به من بگی دفعه دیگه این کار رو نمی کنی؟ گفت باشه باشه دفعه دیگه این کار رو نمی کنم. به این گلای خوشگل که نگاه میکردم میدیدم حس لذت ندارم و به هر حال با عشق و علاقه برای من کاری انجام نشده بود و من خودم رو احساس میکردم بازم در نظر گرفته نشدم و برای من چیزی خریده شده که روی فکر خودش بوده نه روی احساس و نظر من. بعد یه دفعه متوجه شدم که گلای خشکی که داشتم، وقتی گفت گلای خشکت رو انداختم تو آشپزخونه، گفتم گلای خشک منو چیکار کردی؟ گفتش که آره اونا رو گذاشتم بندازی سطل آشغال. اینا گلایی بودن که خیلی خوشگل بودن. حالا اونا رو هم براتون نشون میدم. من ببینید اینا هستن. اینا رو من چند هفته پیش خریدم و خشکشون کردم. گفتم چرا تو گلای خشک منو برداشتی؟ خودت گذاشتی اونجا سطل آشغال، کنار سطل آشغال. حالا بعد دیدم گفت چه خوب که خوردشون نکردم. گفتم که تو خیلی کار اشتباهی کردی. من دوباره تو یه سری ناراحتی های منو رو آوردی. مسائلی که با تو داشتم. یادت نیست اون موقع دوتا کرم خریدی و باها چه دعوایی کردم و برگردوندم. رفته بودی برای من کرم بخری و بعد من گفتم برشون دار، نمیخوام 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 کسی بدون نظر من برای من کاری بکنه. یک عمر مادر من این کارو کرد، هدایای مختلفی رو خرید بدون اینکه اون هدایا توش من در نظر گرفته بشم. چرا این کارو داری میکنی؟ بعد یه دفعه شروع کردم که باهاش حرف زدم. گفت میخوای من اینا رو ببرم؟ اصلا گفتم آره وردار ببر وردار ببر. فکر نمی کرد من بهش بگم که من اینا رو میخوام برداری. گفتم آره بیا این کاغذاشم نایلون چیه این فولیش هم هست، بیا اینا رو بپیچ و بردار ببر. گل خشکم رو من الان میخوام بیام سر جاش بذارم. این رو بفهم و این رو من و نمونه های دیگه ایرم گفتم و یکم باش حرف زدم. گفتم من میخوام که فقط منو بفهمی. بعد شروع کرد گفت تو خیر خودتو نمیدونی، تو دوست و دشمنا نمیشه، از این حرفای معمولی. گفتم میشه اینا رو تمام بکنی و زودتر گلا رو ببری. و وقتی که گلا رفت و گلای دوباره خشک خودم رو آوردم سر جاش گذاشتم، چقدر احساس بهتری داشتم. و از این که این دفعه بازم ترحم نکردم که ناراحت و این ترحم نکردن من به فوزیه
و اینکه راحت تونستم بگم و پس بدم هدایایی که دوست ندارم. خیلی خیلی روانتر از قبل بودم. اینکه راحت رفت، یه ذره غرغر کرد، صداشم یک کوچولو از تو راه رو میمد، اعتنا نکردم. رفتم گفتم آخیش، بازم تونستم خیلی از حرفامو بزنم و بازم تونستم برای روح روان خودم کاری بکنم. مرسی زیبا، مرسی. هرچند که نمره خیلی بالا به خودم هیچ وقت نمیدم، بالای 15 خیلی به ندرت دادم، ولی خب در مرز 15 نمره دادم. شعری میخونم برای شما از کتاب عادتی عادتی عادتی، نوشته خودم هست، از شرمنده دستخالیان. زنگ در به صدا در میآید و دوستی از دوران تلخیها با سلامی گرم خواب خانه کوچک و با صفای من میدهد. با دیدنم سر به زیر انداخته میگوید شرمنده دست خالی آمدم. چه خوب، بیا تو و راحت باش که به زودی دستت را با یک لیست بلند بالایی پر خواهم کرد. اگر دوست داشته باشی برایم هدیه ای آوری، می توانی از آن انتخاب کن. وا چه بامزه، یعنی تو به مهمانانت بی پروا می گویی که چه برایت بخرم یا هدیه بیاورم؟ چرا که نه، با این کار هر دو طرف راحت و آسوده می شوید. من سورپریز و غافلگیر شدن را دوست ندارم، پریشانم می کنم. یادم می آید چند سال پیش که به پررویی امروزم نبودم، آشنایی برای روز تولدم شکلات خوری ظریفی با پایه های لک لک مانندی برایم هدیه آورد. به محض دیدن آن ناراحتیم را فرو داده و دم بر نزدم و با لبخندی مصنوعی از او تشکر کرده و آن را روی میز انداخت. هر آنی که چشمم به آن میخورد و مجبور به تمیز کردن آن میشدم، یک فوش به خودم و یک ناسزا به آن دوستم میدادم. تا روزی از او خواستم که آن را پس بگیرد و بار دیگر از من بپرسد که چه دوست دارم. مسئله به همین راحتی حل شد و من نه به او و نه به خودم دیگر انرژی منفی ساطع نکردم. آشنایی که شاهد گفتگوی ما بود گفت اما من سورپریز و غافلگیر شدن را خیلی دوست دارم. هیجان انگیز است و جالب. در غیر این صورت همه چیز عادی و خسته کننده می شود. آری، تو هستی و من. برای من مهمتر از هر هدیه‌ای، مشورت و نظرخواهی و جلب توافقم برای هر عملی است. این بالاترین سورپریز برایم خواهد بود. تا مرا نشناسی، هر هدیه‌ای از تو برای دل خود و ارضای خودت خواهد بود و لاغیر. اما از ندیم و قدیم و ندیم گفتن هرچه از دوست رسد نیکوست، نه؟ بگذار بگویم، اما برای من هرچه دلم میخواهد نیکوست. از طرفی دوست نداشتنهای من بسیار است. من طلا و جواهرات نمیخواهم. لباسهای گرانبها و لوازم تجملاتی نمیخواهم. شراب و شامپانی دوست ندارم. و ده ها هدیه رایج و مرسوم عامه که همگی آرامشم را به هم میگید. پس چرا دم نزنم؟ و اگر تو خواهان شادی و خوشی منی، زبان باز کن و بپرس که چه چیز مرا شاد کنم. شاید که روزی از تو کتابی بخواهم و روز دیگر یک بسته نخود، یا که یک جعبه چایی خشک علا، یا آب میوه 100%، یا که یک جفت جوراب ورزشی، یا که لوازم پنچرگیری برای دوچرخه.
پس بپرس تا شاید بگویم به مانند آن درویشی که اسکندر مقدونی از او خواست تا آرزویی کند تا او برایش برآورده سازد. و درویش گفت مرحمتی نما و از جلوی آفتاب کنار رو تا سایت مانعی بر آفتاب برایم نباشد.